ابتدا بیاین درباره اتهام‌هایی صحبت کنیم که رسانه‌ها مطرح می‌کنن و البته هنوز از طریق مسئولان قضایی فرانسه تایید یا اعلام نشده چیزی در این باره. چه سوء استفاده‌های احتمالی از این اپلیکیشن به نظرتون شده و از چه طریقی؟ ببینید، عناوین اتهامی که تا دیروز منتشر شده بود یک چیزی شبیه در واقع شامل کودک آزاری و محتواهای مربوط به جرم مواد مخدر و کلاهبرداری بود. همین چند دقیقه پیش من خبری رو دیدم که دادستان پاریس در واقع یک بیانیه رو منتشر کرده، 12 تا مورد اتهامی هست که این موارد هم توش هست و به چشم میخوره. در اونها 12 تا مورد اتهامی هست و بازداشت ایشون تا چند روز دیگر هم میتونه که تمدید بشه. اینکه و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفتن که این یک تصمیم سیاسی نیست، یک موضوعیه که در واقع قوه قضاییه فرانسه به طور مشخص مستقل در واقع بهش رسیدگی میکنه و ما همیشه طرفدار آزادی بیان هستیم و موضوع ارتباطی به آزادی بیان نداره و این اطلاعاتی که در مورد فرانسه داریم از ایشون. در مورد تلگرام هم چیزی که نگرانش بودن همیشه، یعنی در طی ثانیان پیش هم با آقای دروف این در واقع انتقاد میشد، مربوط به این بود که سیستم گزارش‌دهی نداشت خود تلگرام. اگر که گروهی یا مشکلی وجود داشت که در این موضوعات مطرح شده وجود در واقع چیزی رو منتشر می‌کردن، مثلا راجع به پورنوگرافی کودکان یا فروش اسلحه یا خشونت یا چیزهای شبیه این، ابزاری برای ریپورت کردنش وجود نداشت. این انتقاد رو با آقای دروف می‌کردن و از جمله جواب‌هایی که شنیده می‌شد این بود که به خاطر اینکه تعداد در واقع کارمندانی که توی تلگرام کار میکنن بسیار کم هست، امکان صحت سنجی اینها وجود ندارن نظر منابع انسانی و امکاناتی که دارن و اینها. حالا بجز این موردی که گفتین، برای خود من جای سواله این که حالا میگین امکان گزارش دهی نداره تلگرام، اما بجز این در حقیقت اشکال دیگری داره که باعث شده اینطوری که دادستان گفته و رسانه ها نوشتن که یک بستری رو فراهم کنه برای این جور جرائمی که شما هم نام بردین؟ ببینید، این مسئله که صاحب یک پلتفرمی مسئول آن چیزی هست که منتشر میشه روی اون پلتفرم یا نه و اینکه چطور باید راجع به این مسائل اعمال قانون کرده اصطلاحاً و حکمرانی حکومت‌ها تا چه حدی میتونه جلو بره و استقلال در واقع پلتفرم‌ها تا چه حدیه، مسئله ایه که هم در فرانسه راجبش بحث میشه، هم در مورد ایران به طور مشخص ما داریم که از جمله وزیری که الان به تازگی سر کار اومدن خیلی مشخص میگن که ما طرفدار حکمرانی در فضای مجازی هستیم و آقای خامنه‌ای هم همینطور میگفتن که فضای مجازی ما ول هست و حالا در واقع انگار که مدیریت باید بشه. این نگاه تو همه جای دنیا هم وجود داره، کما بیش برخی کشورها مثل ایران میگن که حکومت باید کاملا نظارت داشته باشه به این موارد و روسیه هم از جمله طرفداران همین نگاه بود، منتها در بخش‌های دیگر جهان معمولا سعی میکنن که میانه رو بگیرن یا استقلال در واقع تلگرام یا حالا پلتفرم های اینطوری تا یه حدی حفظ بشه، از جمله راجع به مسئله اصلی که حقوق کاربران هست و داده هایی که اونها در واقع این پلتفرم ها رد و بدل میکنن. به طور مشخص توی تلگرام ما ایرانی ها به شدت فعال هستن و همه چی تمام زندگیشون اونجاست. حالا درباره این هم صحبت میکنیم، ولی اساسا مدیران تلگرام، افرادی که اونجا دارن کار میکنن، اصلا راهی داشتن برای اینکه بتونن جلوی این موارد سوء استفاده رو بگیرن به لحاظ فنی؟ اینطوری که در بحث ها مشخصه نه، و از جمله انتقادهایی که می شده به تلگرام هم همین بوده که امکان گزارشگیری، گزارش دهی و بررسی این موارد وجود نداشته. البته که در مواردی که ظاهرا وجود داشته که می تونستن بررسی بکنن، منتها درباره جزئیات این من شخصا چیزی نمی دونم، ولی دکمه گزارش دهی وجود نداشته در تلگرام و این از مسائلیه که مورد انتقاد هست آقای دروف و میگن که در واقع
باید پاسخگو باشه. حالا آقای خسروپور، بریم سراغ نگرانی ایرانی ها، چون میدونیم این اپلیکیشن در ایران خیلی محبوب و پرکاربرده. دو تا موضوع رو ازش نگران هستن، یکی حفظ امنیت اطلاعاتشون، یکی هم اینکه اصلا نگرانن که این اپلیکیشن کلن فعالیتش متوقف بشه. درباره فعالیت اینکه متوقف بشه، ایرانی ها عادت دارن خوشبختانه به این مسئله، خوشبختانه یا متاسفانه ما همیشه با موزل فیلترینگ روبرو بودیم و همیشه یک راه حلی براش پیدا شده، از جمله اینکه میرفتن در پلتفرم دیگری همه کوچ میکردن و به هر حال راهش رو پیدا میکردن یک جای دیگری. منتها راجع به داده های این افراد که در واقع چه مشکلی ممکنه براش پیش بیاد، آیا تلگرام بسته میشه یا چیزی شبیه این، یا در اختیار حکومت های دیگه ممکنه قرار بگیره، به طور مشخص آقای دروف قبلا چند باری امتحانش رو پس داده راجع به داده های شخصی افراد. زمانی که قبل از تلگرام ایشون یک اپلیکیشن دیگری داشت به اسم ویکی در روسیه که حکومت روسیه بهش فشار آورده بود که در واقع داده های مردم رو، روس ها رو در اختیار حکومت بذاره و نکرد این کار رو، یا جلساتی گفته میشد که تلگرام با حکومت ایران در واقع داشته که قانع بکنن تلگرام رو که داده های مردم رو ببره داخل ایران و یا حالا به یک ترتیبی همکاری بکنه با حکومت، و این کار نشده بود. از نظر داده های مردم به نظرم با توجه به این سابقه که وجود داره میتونه خیالمون راحت باشه راجع به تعطیلی تلگرام، هم اگه زمانی اتفاق بیفته راه حلش حتما وجود داره. تشکر میکنم از شما اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت که از فرانسه مهمان ما بودید.